سلام به روی ماه همه زبان آموزان عزیزم خیلی خوش اومدید به یک ویدیو آموزشی دیگه با کانال زبان دات. من مهناز هستم و توی این ویدیو میخوایم جدول 8 زمان پرکاربرد در انگلیسی رو با هم بررسی بکنیم. همین ابتدای ویدیو بهتون میگم این درس یک درس نسبتا طولانی هست و برای عزیزانی است که واقعا میخوان زمان ها رو در زبان انگلیسی یاد بگیرن. پس باید صبور باشید و تا انتها این ویدیو رو ببینید اگر این مبحث واقعا براتون مهمه. ببینید در زبان انگلیسی در حد اقل ممکن اینه که بخوایم در واقع بگیم دوازده زمان وجود داره ولی از این دوازده زمان بچه ها هشت زمان که در این اسلاید میبینید پرکاربورد ترین ها هستند یعنی 95 درصد زمان هایی هستند که در مکالمات روزمره استفاده میشن بنابراین من از زمان هایی که خیلی خیلی کم استفاده می شدم چشم پوشی کردم و فقط هشت زمانی رو که به شدت مورد استفاده هستند رو بهتون آموزش خواهم داد. همینطور که می بینید ما در سه گروه کلی یعنی زمان حال، گذشته و آینده میخوایم شاخه های متفاوت رو در هر کدوم از اینها و زمان های باز ریستر و دست بندی شده در حال گذشته و آینده رو با هم بررسی بکنیم مثلا زمان حال یعنی اکنون خب این شاخه های باز مجزای خودش رو داره حال ساده حال استمرار و حال کامل اگر میخوایم در مورد زمان حال صحبت بکنیم بستگی داره که تو چه شرایطی و باز با چه جزئیاتی که به این دلیل میشه که حال ساده استمرار و حال کامل به وجود میاد و به همین شکل در مورد زمان گذشته گذشته ساده، گذشته استمرار و گذشته کامل داریم که اگر میخوایم در مورد زمان گذشته صحبت بکنیم بسته به اون شرایط یک کدوم از اینها مورد بررسی قرار میگیره و یا مورد استفاده قرار میگیره و همچنین در مورد زمان آینده ببینید در مورد زمان آینده ما یک آینده ساده و آینده استمرار که دو تا از پرکاربردترین ها در رابطه با زمان آینده هست رو با هم بررسی میکنیم اما ببینید قبل از اینکه بریم سراغ بررسی زمان ها باز شما باید بدونید که استخون بندی در جمله انگلیسی اون استخون بندی اصلی به چه شکلی هست یک جمله انگلیسی چطور تشکیل میشه که من قبلا در این مورد یک درس کامل و جامعی رو درس دادم بهتون و ویدیوش در کانال هست که لینک اون ویدئو رو من این بالا میذارم حتما اون رو ببینید ببینید جمله انگلیسی اینطوری تشکیل میشه یعنی با این شکل در ابتدای جمله خبری برای انگلیسی فائل قرار میگیره و بعد فعل رو داریم بعد از فعل اگر فعلمون مفعول پذیر باشه در قسمت مفعول مفعولی وجود خواهد داشت و اگر مفعول پذیر نباشه مفعولی نخواهیم داشت که قبلا من اینا رو بهتون توضیح دادم و در ادامه قیدها قرار میگیرن با سیستم قید حالت قید مکان و قید زمان اما خود مبحث زمانسازی بچه ها یعنی چی؟ ببینید این فرمول جمله انگلیسی هست. این فرمول در تمام زمان ها یعنی هشت زمانی که ما بخوایم بسازیم ثابت هست. خب برای اینکه متوجه بشیم توسط این فرمول وقتی داریم صحبت می کنیم یا چیزی می نویسیم مخاطب متوجه بشه که به کدوم زمان داریم در واقع باهاش صحبت می کنیم یا اطلاعات بهش میدیم تنها عنوانی که در این فرمول تغییر میکنه برای اینکه از یک زمانی به زمان دیگری حرکت بکنیم بچه ها فعل جمله است و مناسب با فعل حالا قید زمان هم تغییر میکنه اما امپراتور جمله شما فعل جمله است پس تنها فاکتوری که تغییر میدیم فعل هست و به همین دلیله که ما میگیم زمان سازی یعنی بازی با فعل شما مدام باید با فعل بازی بکنید یه سری فاکتورهایی رو بهش اضافه بکنید که از یک زمان به زمان دیگر بتونیم حرکت بکنیم پس در هشت فرمولی که در هشت زمان میخوایم بررسی بکنیم تنها عنوانی که تغییر میدیم فعل فعل اون جمله و گاهن قید زمان هست اما بریم و اولین زمان رو با هم بررسی بکنیم. اولین زمان در خانواده زمان حال و شاخه حال ساده. ببینید اسم این در واقع مشخصه حال ساده. فرمول چطور تشکیل میشه؟ یعنی اون جمله که میسازیم چه فرمولی داره؟ باز هم تکرار میکنم. قرار شد در فرمول جمله بندی انگلیسی فقط روی فعل کار بکنیم. فایل سر جای خودش قرار میگیره فعل به چه شکلی میاد در قدم اول که حال ساده هست فعل به شکل کاملا ساده در جمله قرار میگیره نیازی نیست هیچی بهش اضافه بکنیم که من درس زمانسازی حال ساده به عنوان پرکاربردترین زمان در زبان انگلیسی رو قبلا بهتون آموزش دادم و باز لینکش رو این بالا واسطون میذارم پس فعل رو به شکل کاملا ساده قرار میدیم و بعد ادامه جمله همطور که در اسلاید قبل بهتون گفتم یعنی اگر مفعول داشتیم قید حالت قید مکان و قید زمان قرار میگیره خب از این زمان کجاها استفاده میشه یعنی این فرمول رو من چه مواقعی وقتی میخوام انگلیسی صحبت کنم استفاده میکنم اگر در مورد کارهای روزانهتون دارید صحبت میکنید کارهایی که در طول روز انجام میدید به عنوان مثال I get up at 7 o'clock. I get up at 7 o'clock. یعنی من get up بیدار میشم at 7 o'clock. ساعته مثلا 7 صبح. خب این هر روز روزمره منه. چون در واقع جزء کارهای روزانه هست کارهای روزانه رو وقتی میخوایم گزارش بدیم با زمان حال ساده این کار رو انجام میدیم و همچنین کارهای تکراری کارهایی که در زندگی ما تکرار در مورد اون فعل وجود داره مثلا He plays tennis every day یعنی اون بازی میکنه تنیس هر روز ببینید هر روز پلی تنیس کردن این در واقع شخص براش تکرار وجود داره پس کارهای تکراری که در زندگی ما در جریان هست با فرمول حال ساده باید جمله بندی بشه و همچنین در مورد کارهایی که به صورت دائمی در ما و یا در زندگیمون وجود داره ببینید I love flowers I love flowers یعنی من عاشق گل ها هستم من به طور کلی گل دوست دارم ربطی به زمان خاصی نداره پس کارهایی که به صورت دائمی در جریان هست با فرمول حال ساده گفته میشه اما در مورد زمان بعدی که شاخه بعدی از زمان حال هست حال استمرار بچه ها ببینید این حال استمرار رو ما در واقع باید چطور با فعل بازی بکنیم که از زمان حال ساده حرکت بکنیم به حال استمرار و زمان متفاوت دیگری رو بسازیم و این زمان چه مواقعی استفاده میشه من چه زمان از این فرمول توی سپیکینگ و رایتینگم هم استفاده میکنم این زمانی میخوام صحبت بکنم یا بنویسم ببینید اگر در مورد کارهایی که در لحظه صحبت در حال انجام هستن یعنی چی؟ یعنی شما در همون لحظه که دارید به اون فعل اشاره می کنید در حال انجام اون کار هستید. به عنوان مثال مثلا من شما رو تو خیابون می بینم یا فلانی کجا میری؟ می دارم میرم مدرسه. همون لحظه واقعا شما کیف مدرسه دستتونه و در حال قدم برداشتن به سمت مدرسه هستید. واقعا دارید میرید مدرسه. وقتی در لحظه صحبت اون کار در جریان باشه و واقعا داره انجام میشه از حال استمرار فرمول حال استمرار استفاده میکنیم حالا این فرمول به چه شکلی هست مجدد باید فقط در فرمول جمله انگلیسی با فعل بازی بکنیم خب فاعل که در ابتدا قرار میگیره و این قسمت قسمت بازی با فعل هست ببینید فعل خام و بکر رو فعل خام رو قرار میدیم اما قبل از فعلتون باید از افعال توبیه ام is, are بستگی داره فائلتون چی باشه اگر فائل شما آی باشه ام براش قرار میگیره اگر شی هی و یا ات باشه براش ایز قرار میدیم و اگر فائل های دیگری مثل یو برای جمع یا حتی همون قسمت مفردش وی و ذی باشه آر اینجا قرار میگیره. پس am is are قبل از فعل و بعد از فل ing ing دو فاکتور در ساختن زمانهای استمرار بسیار اهمیت داره و حتما باید باشه. یک افعال توبی و دوم ing آی این دوتا در کنار هم استمرارهای مختلف رو میسازن پس اینجا am, is, are فعل و بعد از فعل ing آی به این شکل با فعل بازی شد و بعد ادامه جمله همون هایی رو که در فرمول انگلیسی داشتیم یعنی مفعول قید حالت قید مکان و قید زمان که هر کدوم از این فاکتورها بعضیش میتونه در جمله باشه میتونه نباشه الزامی نیست که باید 100 درصد تمام این عوامل باشن نه مثلا رو ببینید I am going to work I am going to work. ببینید I یعنی من. خب این فائله. I am going. یعنی چی بچه ها؟ اینجا وقتی اینو میبینیم to be داریم go به معنای رفتن یک فعل هست در انگلیسی و بعدش ing قرار گرفته. پس فعل ما بازی شد باهاش به چه زمانی؟ حال استمرار خب از چه کلیدواژه معنایی استفاده میکنیم؟ ببینید در زمان حال استمرار وقتی که میخوایم حالا تو فارسی ترجمهش بکنیم از دو تا کلیدواژه معنایی دارم و یا در حال استفاده میکنیم اینجا I am going to work یعنی من دارم میرم سر کار کیف کارم دستمه و لباس پوشیدم واقعا دارم حرکت میکنم به سمت محل کارم بنابراین در لحظه در حال اتفاق افتادن اون فعل I am going to work یا مثال بعدی She is eating lunch مثلا دوست خواهرتون زنگ میزنه و به عنوان مثال مثلا میگه که حالا مینا هست میگید که داره نهار میخوره این جمله یعنی در همون لحظه مینا سر سفره سر میز نشسته و واقعا داره نهار میخوره پس چون در لحظه صحبت اون فعل در جریان هست با حال استمرار میگیم She is eating lunch ببینید She فائل و در قسمت فعل To be رو داریم چرا ایز گذاشتیم؟ چون فائل موشی هست okay? She is eat به معنای خوردن فعل و بعدش ing قرار گرفته She is eating She is eating. یعنی اون داره میخوره لانچ نهار. داره نهار میخوره. پس she is eating lunch. به این ترتیب کارهایی که در لحظه صحبت واقعا در حال انجام هستن با این فرمول میگیم. یه کاربرد دیگه هم حال استمرار داره بچه ها. کارهایی که به صورت موقت در دست انجام داریم. ببینید تو اسلاید قبل گفتم بهتون کارهایی که تو همون لحظه واقعا دارید انجام میدید باز زمان حال استمرار گفته میشه. اما یه سری کارهایی که به صورت موقت در جریانه یعنی چی فکر کنید شما مهندس عمران هستید و اخیرا یه پروژه رو قبول کردید خب با دوستتون میرید بیرون میرید کافی شاپ و مثلا نشستید دارید قهوه میخورید در مورد کاراتون با هم صحبت میکنید دوستتون میپرسه که خب این روزا چیکار این اینها میگه دارم روی یک پروژه جدید کار میکنم ببینید توی اون لحظه سر میز کافی شاپ نه نقشه اون پروژه دستتونه نه چه میدونم گچ آجر دستتونه اصلا هیچی ولی شما به صورت موقت اون پروژه رو در دست انجام دارید انجام شدنش در زندگی شما به صورت موقت در جریانه چرا موقت خب قرار نیست تا آخر عمرتون شما پروژه عمرانی رو داشته باشید بالاخره گرفتید یه روزی تو کوتاه مدت تموم میشه و تحمیل میدید پس کارهایی که به صورت موقت تو دست انجام دارید با حال استمرار جمله بندی میشه باز فرمول همونه یعنی فرمول از همون فرمول حال استمرار که در اسلاید قبل بهتون گفتم استفاده میشه فائل رو داریم am, is, are و بعد فعل و بعد ing و بعد هم ادامه جمله انگلیسی مثال اول رو ببینید I am working on a new project I am working on a new project I یعنی من خب در جایگاه فائل هست am working work یعنی کار کردن خب به فرمول حال استمرار در اومده یعنی دارم کار میکنم on a new project on a new project روی یک پروژه جدید دارم کار میکنم گفتم تو اون لحظه پروژه هستش نیست ولی چون به صورت یک کار موقت در دست انجام داره در واقع داریم بهش به عنوان حال استمرار اشاره میکنیم یا مثال بعدی I am living in Tehran ببینید من در ویدئوی حال ساده این مثال رو بهتون توضیح دادم شما اگر بگید I live in Tehran با زمان حال ساده این فرمول رو بسازید طرفی که این جمله رو از شما میشنوه اینطور برداشت میکنه که خب این به حال ساده فرمول رو به من تحویل داد پس دائما داره در تهران زندگی میکنه یعنی زندگیش در تهران شاید اصلا مثلا 20 سال 30 سال تهران زندگی میکنه و همچنان هم داره این عمل رو انجام میده اونجا اما زمانی که همین فعل رو شما دارید با حال استمرار تحویل میدید I am living in Tehran. Live یعنی زندگی کردن و توی فرمول حال استمرار نشسته. اینجا یعنی دارید میگید من به صورت موقت تهرانم قرار نیست حالا شاید اینجا بمونم چه میدونم یه ساله اومدم قرار مثلا شش ماه دیگه این چنین حالت رو دارید میرسونید پس اگر فعل لیو یعنی زندگی کردن رو با فرمول حال استمرار بسازید یعنی به صورت موقت حالا تو اون شهر آپارتمان یا هر جایی که هستید دارید زندگی میکنید I am living in Tehran یعنی من دارم اینجا زندگی میکنم اما تو بدون که موقت هست زمان بعدی که در مورد زمان حال میتونیم بررسی بکنیم حال کامل هست این زمان هم خیلی در واقع پر استفاده است خیلی در مکالمات روزمره و کلا در انگلیسی یک زمان پرکاربرد هست ببینید حال کامل خیلی فلسفه جالبی داره بچه ها در مورد کارهایی هست که در گذشته انجام شده این یعنی چی یعنی شروع انجام اون کار در گذشته بوده پس شروع اون فعل در گذشته ولی در لحظه حال اثری به جا گذاشته یعنی از گذشته که شروع شده تا زمان حال ادامه داشته تموم شده الان دیگه نیست ولی اثری به جا گذاشته یعنی چی؟ ببینید من قبل از اینکه بریم سراغ مثال ها این رو با یه مثال واضح بهتون توضیح بدم فکر کنید که شما شب میخوابید و در طول اینکه حالا شما خواب هستید شروع میکنه بارون میاد خب صبح که بیدار میشید بارون نمیاد اما صبح که از خواب پا میشید میبینید که زمین خیسه و متوجه میشید که چی بارون اومده پنجره باز میکنید و میگید اه بارون اومده بارون اومده اوکی یعنی چی ببینید بارش باران شروع این فعل ممکنه مثلا سه ساعت قبل باشه دیشب باشه و در زمان گذشته بوده ولی الان اثری به جا گذاشته یعنی اینکه زمینا خیسه اوکی؟ یا مثلا یه مثال دیگه شما تو مدرسه با دوستاتون ناهار میخورید اوکی؟ بعد میایید خونه مانتون میگن فلانی بیا ناهار بخور میگه من ناهار خوردم خب ببینید مثلا دو ساعت پیش شما تو مدرسه نهار خوردید الان رسیدید خونه میگید من نهار خوردم اثرش چیه؟ اثرش اینه که الان سیرم دیگه نمیخوام با شما غذا بخورم پس اگر کاری در گذشته انجام شده و اثری رو الان در زمان حال ربط پیدا میکنه این حال کامله حال کامل زمان گذشته رو به زمان حال ربط میده بچه ها فرمولش به چه شکلی هست؟ مجددا فرمول انگلیسی باز در قسمت فعل با فعل بازی شده فاعل داریم اینجا در فرمولمون از هاو و هز استفاده میشه هاو و هز و بعد از این از قسمت سوم فعل اینکه که فعل ها برای اینکه تبدیل بشن به حالت گذشته و کلا سه شکل بسیار حیاتی فعل ها در زبان انگلیسی رو من قبلا بهتون درس دادم لینکش رو این بالا میذارم حتما لازم اون درس رو ببینید که اینو متوجه بشید ببینید از هوا هز اینجا استفاده میکنیم ولی هوا هز اینجا به معنی داشتن نیست بچه ها فقط میاد فرمول میسازه معنا ندارن اینجا اوکی؟ هوا هز و بعد از هوا هز قسمت سوم یا شکل سوم فعل رو قرار میدیم که اگر فعلمون یک فعل با قاعده باشه شکل سوم مثل گذشته ایدی میگیره اما اگر یک فعل بی قاعده باشه شکل سوم فعل کلا تغییر میکنه و باید حفظ بکنیم که لیست افعال بی قاعده در اینترنت اگر سرچ بکنید راحت لیستش رو میتونید بگیرید و فعلاشو حفظ بکنید باید حفظ بکنید پس فایل داریم و در قسمت فعل have has و بعد از have و has قسمت سوم فعل قرار میگیره و فعل به این شکل در میاد و بعد هم ادامه جمله رو داریم مثال اول رو ببینید It has rained It has rained خب رین rain یعنی بارون باریدن همون مثال اولی که به فارسی بهتون توضیح دادم گفتم صبح میشید پنجره باز میکنید میگید اه بارون اومده It برای سوم شخص ها مثل It She و He از has استفاده میکنیم ولی برای فایل های دیگه have رو استفاده میکنیم It has rained. یعنی باران آمده است. بارون اومده. اوکی؟ و حواستون باشه که در ترجمه این زمان آخر فعل باید از ام اید است. مثلا باران باریده است. ولی ما در آمیانه میگیم بارون اومده. و مثال دوم I have eaten lunch. I فائلمون هست و چون فائل آی هست در فرمول دیگه باید از have استفاده بکنیم گفتیم هست فقط برای شیهی و it استفاده میشه برای سوم شخص ها استفاده میشه سوم شخص مفرد اما اینجا چون فائل آی براش have میذاریم I have eaten lunch یعنی من نهار خورده هم. الان سیرم در گذشته نهار خوردم اثرش اینه که الان سیرم و نهار نمیخوام بنابراین این میشه فرمول حال کامل اوکی این از سه حالتی که میتونستیم در زمان حال داشته باشیم و اینکه هر کدومشون کجا استفاده میشن اما بریم سراغ سه حالت در زمان گذشته گذشته ساده گذشته استمرار و گذشته کامل اولین حالت گذشته ساده است ببینید گذشته ساده در گذشته در واقع اون کار انجام شده و در همون گذشته تموم شده این خیلی جالب بچه ها ببینید در اسلاید قبل که حال کامل رو بررسی کردیم گفتیم کارهایی که در گذشته شروع شدن اما به زمان حال یه ربطی دارن یه اثری از خودشون به جای گذاشتن اما زمان گذشته ساده دیگه به زمان حال هیچ ربطی پیدا نمیکنه در گذشته انجام شده و در همین گذشته هم تمام شده مثلا شما میگید که من هفته پیش رفتم مسافرت خب هفته پیش رفتید مسافرت برگشتید و الانم هیچ اثری نیست هیچ صحبتی دیگه ازش نیست یعنی اثری الان به جای نداره این میشه گذشته ساده اوکی و اما فرمولش به چه شکلی هست دوباره فرمول انگلیسی فقط در قسمت فعل قرار هست که فعل رو تغییر بدیم. خب ببینید فاعل رو داریم در ابتدا و بعد شکل گذشته فعل رو داریم. باز هم میگم در مورد اینکه افعال در انگلیسی برای اینکه به گذشته تبدیل بشن من قبلا این رو کامل بهتون درس دادم. لینکش رو میذارم اون درس رو حتما ببینید که اینها رو خوب خوب متوجه بشید. شکل گذشته فعل بستگی داره که اون فعلتون با قاعده باشه یا بی قاعده باشه. افعال با قاعده برای اینکه تبدیل بشن به حالت گذشته کافی است که انتهای اونها یه ایدی اضافه بکنیم و افعال بی قاعده شکل فعل تغییر میکنه یه لیستی داره که شما اگر سرچ بکنید افعال بیقاعده در انگلیسی لیست کاملش رو میتونید پرینت بگیرید و خب حفظ بکنید اونها رو و باید حتما این کار انجام بدید چون بسیار فعل های مهمی هستن و به مرور استفاده دستتون میاد که خب کدوم فعل با هست و کدوم فعل بی هست و ادامه جمله رو داریم یعنی مفعول قید حالت قید مکان و قید زمان رو داریم مثال رو ببینید مثال اول I played tennis yesterday ببینید play به معنای بازی کردن یه فعل به معنای بازی کردن و یه فعل با قاعده هست گفتیم برای اینکه این فعل تبدیل بشه به شکل و فرم گذشته چون با قاعده هست انتهای اون یک ای و دی اضافه می کنیم I played tennis yesterday یعنی من بازی کردم در, زمان در چه زمانی؟ در زمان گذشته مثلا دیروز، پیروز، دو ساعت قبل بازی کردم تنیس yesterday خب اینجا قید زمان داریم قید زمانمون به چه زمانی هست به زمان گذشته i played tennis yesterday یعنی من دیروز تنیس بازی کردم و همچنین مثال دوم she ate pasta for lunch خب ate یک فعل هست که از فعل eat در واقع گرفته شده eat به معنای خوردن و گذشته این فعل چون یک فعل بی قاعده هست کلا شکلش تغییر میکنه و تبدیل میشه به ate و تبدیل میشه به گذشته she ate pasta for lunch یعنی اون خورد پاستا برای نهار برای نهار پاستا خورد و در زمان گذشته بحث میکنه حتی اگر قید زمانی هم در جمله نداریم خود فعل و ساختار فعل داره به ما میرسونه که این داره در مورد زمان گذشته صحبت میکنه گفتم فعل در جمله شما امپراتور هست و تمام ساختار جمله رو به ما میرسونه اما زمان بعدی در حالت گذشته گذشته استمرار هست ببینید در گذشته استمرار اینه که در گذشته یک فعلی به صورت مدتدار در جریان بوده یعنی در لحظه نبوده یعنی چی؟ ببینید این مثال رو در نظر بگیرید به عنوان مثال مثلا به دوستتون میگید که دیشب بهت زنگ زدم گوشی تو جواب ندادی و میگه که داشتم فوتبال بازی میکردم و متوجه نشدم ببینید داشتم فوتبال بازی میکردم آیا من این سال از شما میپرسم فوتبال بازی کردن یک کار لحظه ایه یعنی شما در یک ثانیه فوتبال بازی میکنید و تموم میشه؟ نه قطعا یک کار مدت داره اما این کار مدت دار در چه زمانی انجام شده؟ در زمان گذشته. پس چون گذشته بوده، گذشته. و چون مدتدار بوده، گذشته استمرار. یعنی در گذشته، در یک بازه زمانی که اون بازه زمانی لحظه ای نبوده. طول داشته، در حال انجام بوده و میشه گذشته ای که مستمر بوده، در جریان بوده، طول کشیده. اوکی این میشه گذشته استمرار فرمول به چه شکلی تشکیل میشه در قسمت فعل باید بازی بکنیم بهتون در اسلاید حال استمرار توضیح دادم در استمرار سازی دو عنوان به شدت اهمیت داره عنوان اول توبی باید در فرمول قرار بدید قبل از فعل یعنی ام ایز آر یا واز و بعد از فعل آی ان بذارید چون اینجا گذشته استمرار داریم میسازیم افعال توبی گذشتهشون چی میشه was were که من فعلای توبی رو هم کامل بهتون درس دادم باز لینکش رو براتون این بالا میذارم بنابراین was were فعل و بعد از فعل ing قرار میگیره و اینها با هم زمان در واقع گذشته استمرار رو میسازه و معمولا در ترجمه از کلیدواژه داشتم استفاده میکنیم یا در حال کاری بودم اوکی مثال رو ببینید I was working on my project. I was working. ببینید در قسمت فعل was working. باز من در درس توبی ها بهتون درس دادم که کجاها باید از was استفاده بکنیم و کجاها از were استفاده کنیم. was برای فایل های I, she, he و it استفاده میشه. were برای فایل های we, you و they استفاده میشه. بنابراین این تفکیک فایلش رو بدونید و در مثال اول چون فایل I هست از was استفاده کردیم I was working در قسمت فعل work یعنی کار کردن خب قبل از فعل to be اما شکل گذشته شون was یا were و بعد از فعل ing قرار میگیره I was working on my project یعنی داشتم روی پروژم کار میکردم همون مثالی که بهتون گفتم دوستتون بهتون زنگ میزنه و میگه خب چرا جواب ندادی میگید I was working on my project داشتم روی پروژم کار میکردم متوجه نشدم یعنی مشغول بودم روی پروژه و در یک حالت مدت داری. اینطوری شما یه ثانیه رو اون پروژه متمرکز بشید و بعد تمام نه در گذشته بوده و مدت دار پس با گذشته استمرار فرموله بندی میشه یا مثال بعدی They were playing football فعل play یعنی بازی کردن were playing یعنی اونها داشتن فوتبال بازی میکردن و اما آخرین حالت از زمان گذشته زمان گذشته کامل هست که اصطلاحا به این زمان میگیم گذشته تر از گذشته ببینید این گذشته تر از گذشته یعنی چی؟ شما فکر کنید که ساعت به عنوان مثال ده صبح دیروز رسیدید مدرسه شروع کلاس کی بوده ساعت نه و نیم صبح ولی دیروز اما نه و نیم نسبت به ده گذشته تر از گذشته است ببینید ده صبح نسبت به الان که داریم صحبت میکنیم میشه زمان گذشته اما نه و نیم قبل تر از اون دهه میشه گذشته تر از گذشته دورتر از اون ساعت دهی که داریم بهش اشاره میکنیم در زبان انگلیسی فعلی که در زمان ده در اون ساعت ده یعنی گذشته انجام بشه با گذشته ساده گفته میشه اما اگر بخوایم به فعلی اشاره بکنیم که قبلتر از اون گذشته انجام شده باید با فرمول گذشته کامل فرمول بندی بشه جمله بندی بشه بچه ها اینو خیلی در انگلیسی حواستون باشه اما فرمول به چه شکلی هست؟ فائل داریم باز در قسمت فعل باید با فعل بازی بکنیم چطور این بازی انجام میشه؟ ببینید ما در حال کامل از have, هز و قسمت سوم یا شکل سوم فعل بعدش استفاده کردیم اما در گذشته کامل باید از این فرمول استفاده کنیم حد و بعد از حد شکل سوم فعل رو استفاده می کنیم و باز اینجا حتما تاکید می کنم که حد معنای داشتن نمیده میاد و فقط فرمول میسازه بچه ها اینو حواستون باشه و بعد از فعل هم که ادامه جمله جمله انگلیسی قرار میگیره که یه نکته دیگه هم بهتون توضیح بدم ببینید در جمله اول when I got to school got از فعل get get به معنای رسیدن یه فعل بیقاعده است در انگلیسی که در واقع با سه شکلش رو باید حفظ بکنید get got got when I got to school got از فعل در واقع get به معنای رسیدن که یک فعل بیقاعده هست برای اینکه تبدیل بشه به زمان گذشته شکل فعل کلا تغییر میکنه باز باید اینها رو گفتم حفظ بکنیم when I got to school یعنی get تبدیل به گات شده وقتی که من رسیدم به مدرسه they had started the class اونها had started had started ببینید در فرمول گذشته تر از گذشته یا گذشته کامل قرار گرفته اونها شروع کرده بودن کلاس رو یعنی من اگر دیروز ساعت ده گات رسیدم به مدرسه they had started گذشته تر از رسیدن من به مدرسه اونها شروع کرده بودن کلاس رو یعنی گذشته تر از رسیدن من پس فرمول در قسمت فعل به شکل گذشته کامل در واقع جمله بندی شده had started. had started had started و چون start به معنای شروع کردن یک فعل با قاعده هست شکل سوم این فعل ایدی میگیره مثل حالت گذشتش ایدی میگیره و به شکل سوم تبدیل میشه پس در فرمول از had و بعد هم شکل سوم فعل they had started the class اونها کلاس رو شروع کرده بودند از کلید واژه بودن بودی بود در ترجمه ای این جمله ها استفاده میکنیم و ما برای زمان آینده ساده ببینید برای آینده ساده از دو تا عنوان میتونیم استفاده کنیم یا از عنوانی مثل will از will و یا be going to be going to این دو تا فاکتور رو زمانی که در جمله در قسمت فعل وارد بکنیم یعنی اینکه داریم در مورد زمان آینده صحبت می کنیم اما این دو تا یه فرقی با هم دارن خب هر دو یه نقطه اشتراک دارن اینکه در مورد آینده در واقع جمله بندی رو انجام میدن اما یک تفاوتی هم بینشون وجود داره ببینید will درسته که برای زمان آینده استفاده میشه اما بچه ها ببینید اگر کاری رو در لحظه تصمیم میگیرید که در آینده انجام بدید یعنی در همون لحظه صحبتتون تصمیم میگیرید که خب از اینجا به بعد در آینده من این کار رو بیام انجام بدم چون از قبل روی انجام اون کار فکر نکردید تصمیم خاصی نگرفتید برنامه نداشتید از ویل استفاده میکنید به عنوان مثال یه مثال واضح من بهتون بگم مثلا همه نشستیم و یهو مثلا یکی میاد در میزنه شما میگید که من در رو باز میکنم حتی اگر یه ثانیه بعد باشه هم باز میشه زمان آینده حتی دو ثانیه دو دقیقه فرقی نداره خب میگید من در رو باز میکنم من میپرسم از شما این سال آیا ما میدونستیم کسی میخواد بیاد در بزنه زنگ خونه رو بزنه نه نمیدونستیم کسی اومده در زده و ما همونجا تصمیم گرفتیم که بین اونجا من پاشم برم در رو باز بکنم یه کاری که دوی ثانی آینده داره انجام میشه این رو باید با چی؟ با زمان آینده اما در استفاده از ویل با استفاده از ویل این جمله رو بسازیم فرمول رو ببینیم فرمول چطور تشکیل میشه؟ باز مجددا باید قسمت فعل رو تغییر بدیم فایل داریم در قسمت فعل ببینید قبل از فعل از فاکتور آینده ویل استفاده می کنیم و بعد از ویل نکته ای که باید خیلی دقت بکنید بعد از ویل فعل به شکل کاملا ساده قرار می گیره و هیچ عاملی اجازه اینکه به فعل اضافه بکنیم نداریم پس ویل به همراه فعل اصلیمون که معنا رو اون فعل میرسونه اما به شکل کاملا ساده و بعد هم ادامه جمله مثال رو ببینید در این مثال دو نفر دارن با هم مکالمه میکنن شخص A این جمله رو میگه We need some paper We need some paper یعنی میگه ما یه در واقع تعدادی کاغذ لازم داریم تعدادی کاغذ لازم داریم We need some paper Need یعنی نیاز داشتن و paper و هم معنی روزنامه میتونه داشته باشه و هم معنی کاغذ و شخص B جواب میده Okay I will go and get some. I will go. ببینید فرض کنید تو محیط کار نشستید و به همکارتون میگید که من یه مقدار کاغذ لازم دارم. همکارتون نمیدونسته که شما میخواید این درخواست رو بهش بدید. روی اینکه شما حالا کاغذ میخواید برنامه‌ریزی قبلی نداشته که بخره و بذاره کنار. همون لحظه میگه اوکی من میرم برات میخرم میارم. در همون لحظه تصمیم گرفت یک کاری رو در زمان آینده انجام بده. پس از ویل استفاده میکنه و به چه شکلی فرمول میسازه؟ اوکی، okay, I فاعل جمله will go یعنی خواهم رفت and get some و یه مقداری کاغذ برات حالا میخرم و میارم. بنابراین I will go and get some با زمان آینده ساده اما با فاکتور will چون از قبل اطلاعی نداشت و برنامه‌ریزی هم نداشتم یا مثال بعدی میرید رستوران و میخواید غذا سفارش بدید خب این جمله رو شما میگید I will have salad I will have salad I یعنی فاعل will have salad یعنی من سالاد میخورم شما قبل از رفتن در واقع تصمیم اینو نداشتید که بخواید فکر بکنید اونجا چی بخورید در همون لحظه تصمیم گرفتید که من سالاد میخورم و چون تو اون لحظه است و برای حتی گفتم یک ثانیه بعد هم میشه زمان آینده این هست که میگیم I will have salad یعنی من سالاد میخورم و با زمان آینده با فاکتور will جمله بندی میشه اما عنوان دیگری که باز برای زمان آینده استفاده میشه be going to از این بچه ها زمانی استفاده می کنیم که ما روی اون فعل یا کاری که می خواهیم در زمان آینده انجام بدیم قبلا فکر کردیم و کلی برنامه ریزی کردیم اوکی؟ مثلا میگید که من هفته آینده میخوام برم مسافرت خب یعنی اینکه بلیط خریدم برنامه ریزی کردم چمدونم رو جمع کردم و تمام این برنامه ریزی انجام شده وقتی چنین حالتی هست باید از این عنوان در جمله هایی که میخوایم به زمان آینده اشاره بکنیم استفاده میکنیم بی going to و یه نکته مهم لطفا اینها رو تک تک معنی نکنید نگید go یعنی رفتن going یعنی دارم میرم نه be going to دو تا نکته رو باید در مورد شاید بکنید یک be از افعال to be هست دیگه یعنی وقتی که وارد فرمول جمله میشه این be تجزیه میشه به am is are ام از آر یا حتی میتونه was, over هم باشه ولی بحث ما فعلا ام از آر و نکته دوم بی going to همش با هم به عنوان یه پکیج به عنوان یه بسته اینطور معنی میشه میخوام قصد دارم نه یا تک تک گو و تو و ام و is, آر رو اینا رو معنی کنید نه اینا رو به عنوان یه پکیج در نظر بگیرید اوکی؟ اما در فرمول فایل رو در ابتدای جمله داریم گفتیم اون بی تجزیه میشه به ام از آر و بعد going تو و بعد هم ادامه جمله رو داریم اوکی؟ مثال رو ببینید I am going to visit my friend next Friday یعنی من I am going to گفتم am going to تمامش با هم میشه میخوام قصد دارم visit یعنی ملاقات کردن My friend next Friday My friend یعنی دوستم رو next Friday جمعه آینده یک قید زمانی مربوط به آینده است پس I'm going to visit my friend next Friday چون از قبل برنامهریزی کردم که هفته آینده برم و دوستم رو ببینم از این عامل استفاده می کنم یه نکته جالب همینجا بهتون بگم اگر مثلا خواهرتون یا برادرتون اینجا دارن صحبت شما رو گوش میکنن شما میگید که من هفته آینده میخوام برم دوستم ملاقات کنم ببینمش خواهرتون میگه که منم میام چون در لحظه تصمیم گرفته که شما رو همراهی بکنه از قبل همیش برنامه وجود نداشته جمله خواهرتون اینطوری میشه I will come with you I will come یعنی منم میام اینجا جمله خواهرتون باید از ویل استفاده بکنه چون از قبل برنامه‌ریزی نداشته و نمیدونسته که شما می‌خواید برید سفر که باید باتون بیاد. پس به تفاوت این دوتا خیلی خیلی دقت بکنید. و حالت آخر آینده استمرار هست ببینید آینده رو الان بهتون توضیح دادم فقط یه نکته رو باید دقت بکنید آینده استمرار در زمان آینده بچه ها استفاده میشه اما زمان شما در اون زمان آینده به یک زمان خاص به یک زمان مشخص شده از زمان آینده اشاره میکنید معمولا از فرمول آینده استمرار استفاده میشه به عنوان مثال میگید من فردا ساعت 11 در حال امتحان دادن هستم ببینید فردا میشه آینده اما شما از کل فردا یه ساعت خاصی رو دارید اشاره میکنید میگید فردا ساعت 11 پس به یک ساعت خاص در زمان آینده دارید اشاره می کنید و نکته دوم در ساعت 11 یک کم زودتر از ساعت 11 اون کار شروع شده و اون تایم شما در حال انجام اون فعل هستید این دو نکته رو باید رعایت بکنید میشه آینده استمرار اما فرمولش به چه شکلی هست فرمول اینه بچه ها فاعل رو داریم اما در قسمت فعل که طبق روال باید با فعل بازی بکنیم از ویل بی توبی فعل ویل will, will be میشه گفتم در استمرارها فرقی نداره هر استمراری شما توبی و آینجی رو باید در فرمول داشته باشید توبی زمان آینده یا ویل میشه ویل بی پس will be بعد فعل رو داریم و بعد آینجی رو داریم و بعد هم ادامه جمله مثال رو ببینید همین مثالی که بهتون گفتم من فردا ساعت 11 در حال امتحان دادن هستم I will be taken exam خب take exam یعنی امتحان دادن will be taken exam یعنی من در حال امتحان دادن خواهم بود tomorrow tomorrow یعنی فردا at 11 همین قسمته که باعث میشه ما از فرمول آینده استمرار استفاده بکنیم یعنی فردا در این تایم من در حال انجام اون کار هستم بچه شروعش نه نمیگیم ساعت 11 امتحان شروع میشه اگه به شروعش اشاره بکنید آینده ساده میشه بعد از ویل ساده استفاده بکنیم ولی چون دارید میگید در ساعت 11 در حال انجام این در واقع امتحان هستم چون فرداست آینده اما چون در ساعت 11 رو اشاره کردیم بهش یه زمان خاصی در آینده رو ازش کشیدیم بیرون میشه آینده استمرار I will be taking exam tomorrow at 11 من فردا ساعت 11 در حال امتحان دادن خواهم بود این دو ویدیو که مرتبط با درس امروز هست و پیشنهاد میکنم حتما ببینید و اگر دوست داشتید کانال زبان رو سابسکرایب بکنید که از اینجا به بعد ویدیوهای بیشتری در زمینه آموزش زبان بتونید دریافت بکنید.